خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌مون نوبت میرسه به نگاهی به روزنامه‌های حکومتی و همراه هستیم با همکارم مسعود. سلام مسعود. سلام امید، سلام به همه بینندگان عزیز و قیام آفرینان قهرمان در هر کجا که هستید. در روزنامه‌های باندهای حکومتی امروز سه‌شنبه 26 تیر تیتری که عمومی و مشترک اشک تمساح ولی فقیه ارتجا خامنه‌ای برای فلسطین. در کنار این تیتر دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در بعضی از روزنامه‌ها تیتر اول شده و در بعضی هم توی تیترهای فرعی اومده. کلا باید گفت که روزنامه‌های باند خامنه‌ای این دیدار رو بی اهمیت جلوه دادن. جوان: پایان محتاطانه مذاکرات ترامپ و پوتین. حمایت: رسانه‌ها درباره کاهش اختلافات آمریکا و روسیه تردید دارند. دیدار سرد پوتین و ترامپ در فنلاند. قدس: توپ سیاسی پوتین در زمین ترامپ. اقتصاد ملی: تعامل یا تقابل. کیهان: گفتگوی معمولی و بی حاصل، دستاورد ترامپ از هلسینکی. روزنامه‌های باند آخوند روحانی در مورد دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه مطالب ضد و نقیضی نوشتند. آفتابی است: پوتین و ترامپ در مورد تهران چه گفتند؟ ابتکار: 4 ساعت سرمیساز میان تزار و کابوی. اعتماد: و حالا توپ در زمین ترامپ. مثل این مفسرین اخبار ورزشی و فوتبال داره. اقتصاد ملی: تغییر در ماهیت چالش‌های پیش روی آمریکا و روسیه در جهان، تعامل یا تقابل. ایران: دفاع پوتین از برجام در دیدار با ترامپ. جمهوری اسلامی: ترامپ در دیدار با پوتین هم رجزخوانی کرد. قانون: چرخش روسیه آمریکا. مردم سالاری: تغییر در روابط کرملین با کاخ سفید. از موضوع دیدار ترامپ پوتین که بگذاریم، در روزنامه‌های باند روحانی و روزنامه‌های همسو به اون، سیاست‌های باند رقیب در زمینه‌های داخلی و بین‌المللی به چالش کشیده شده. آرمان: دود آتش مخالفان به چشم که نمی رود. دلواپسان بی اعتنا به حمایت رهبری از رئیس جمهور. آفتابی است: خامنه ای در دیدار با دستندرکاران حج امسال. سیاست شیطانی آمریکا درباره فلسطین هرگز محقق نخواهد. اعتراف و اذعان به فساد مالی و راندخاری موضوع مشترک روزنامه‌های هر دو باند حاکمه که البته هر کدوم اون یکی باند رو مسبب اعلام کرده و بعضن هم هر دو باند دولت روحانی رو عامل رانت و فساد معرفی کرده. آفتابی است: رئیس قوه قضاییه بازجویی برخی مسئولان در پرونده واردات خودرو. اقتصاد پویا: ردپای ویژه خاری و دلالی در نظام ارزی. اقتصاد پویا: خوش چهره، مدیریت غلط ریشه اصلی مشکلات کشور است، نه نقدینگی. اقتصاد پویا: رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر: بانک مرکزی باعث پیش فروش 70 تن سکه شد. جهان صنعت: هشدار کنفدراسیون صادرات نسبت به افزایش راند در بازار. دلار فروشی وزارت صنعت. جهان صنعت: روزگار سیاه تولید. سیاست روز: تیم اقتصادی دولت جسور نیست، نه تنها اشتغال زایی نشده، بلکه از میزان اشتغال هم کم شده است. بعضی از روزنامه‌های حکومتی در نقش سوپاپ اطمینان ظاهر شدند و به گوش‌هایی از
دستبازی که مهرهای حکومتی در غارت مردم دارن اذعان کردند. به یه نمونه از روزنامه جوان نگاه کنیم. ارزخاران و راندخاران الفرار. یک منبع آگاه: عده‌ای از متخلفان تجاری و مالی با تغییر نام و تایید گواهی پزشکی معالجه در خارج به فکر خروج از کشور هستند. امروز برای همه کشور فاش شده است که عده‌ای از فعالان اقتصادی سودهای نامشروعی را از ارزش افزوده‌های اقتصاد ایران اسلامی به دست می‌آورند. نمونه‌اش تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به وارد کنندگان بود که تخلفات متعددی در این رابطه ایجاد شده است که رانت اتفاق افتاده بالغ بر 30 تا 50 هزار میلیارد تومان است. بله، امروز اعترافات زیادی در روزنامه‌های حکومتی در زمینهای مختلف با هم دیگه دیدیم. این هم یه موضوع دیگه برای اعتراف که موضوع شکست سفر ولایتی به مسکو است که در روزنامه‌های باند روحانی به اون کماکان پرداخته شده. یه نمونه رو با هم دیگه بخونیم. جهان صنعت: سفر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب اسلامی به عنوان فرستاده ویژه ایران به مسکو با ابهامات زیادی روبرو بود. سخنانش پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره آمادگی مقامات این کشور برای سرمایه گذاری تا سقف 50 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز این ابهامات را افزایش داد، چرا که روس‌ها این خبر را تایید نکردند. مهمترین سوالی که در افکار عمومی شکل گرفت این بود: چرا خبری که ولایتی از جلسه دیدار خود با پوتین مطرح کرده از سوی مقامات کاخ کرملین تایید نشده است؟ خب دوستان عزیز، به پایان مرور خودمون از روزنامه حکومتی رسیدیم. ممنون از همراهی که با ما داشتید. تشکر میکنم از گزارشی که دادید.